أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن في هذا لبلاغا إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين
إنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا فإنك من المتقبلين اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية ورفان الحرمة بمحمد وآل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين آمين ما شاء الله سبحان الله چقدر زیبا یعنی واقعا که آرام بخش است تلاوت قرآن عظیمشان خوشبختانه که در کنار من قاری صاحب عباس یاسینی قاری برتر افغانستان حسن و حالا تلاوت زیبا مقبول و آرام بخش شده که بر ما داشتن قاری صاحب خیلی خوش آمدین صبح شما بخیر باشه سلامت باشین عرض سلام ادب دارم خدمت شما خدمت بیننده های تلویزیونی یک ان شاء الله در خدمت شما هستیم خوشحال هستم که شما را سر حال میبینم خوشحال هستم که شما را از نزدیک دوباره میبینم سلامت خوشحال باشین. هستم که شما امروز در خانه گلبانگ در کنار ما هستین از کارهایتان از دستاوردهایتان از ویژگی های خوب را که شما انجام دادین کارهای بهتر را بر ما کم قصه بکنین در آغاز سلامت باشین قربانتان از کارهای جدید کردیم بعد در برنامه قبلی در تلویزیون یک و دیگر برنامه های تلویزیون ها گفتیم که من تقریبا از مدرسیم که یک سال میشه فعلا امی هفته روز پنج همی بخیر انشاءال یک محفل بزرگ انسو با قرآن داریم که از میلاد پیامبر از یک سالگی مدرسه و مجموعه قرآنی خودم تجلیل میکنیم و خوب است که برنامه امی نام مدرسه خود تغییر میدم به این خاطر که یک دلیل قانع کننده دارم که دوستا میتونن که از طریق هم ببینن و قبول کنن مدرسه ما فعلا است به نام خاتم النبیین و اکثریت دوستا و اکثریت قاری صاحب و اکثریت مردم چی در داخل چی در خارج فکر میکنن که مدرسه ما یا مجموعه قرآنی ما یک گوشی از مدرسه آقای موسینی است که به نام خاتم النبیین است بنابر این فعلا اعضای مجمع سرنامه مدرسه کار کرده میرن صحبت دارن که چی یک نام را انتخاب کنیم که بر مجمع قرآنی ما درست باشه و به اون نام مسمی شوه فقط یگانه دلیل که ما نام مدرسه را تغییر میتیم همی است که ما یعنی مربوط جایی نمیشیم از هیچ طرف تا فعلا حمایت نشدیم و به می دلیل چون ما فکر میکنند که مربوط اونجا هستیم ما نام مدرسه را تغییر میدیم برای یاسینی صاحب چه انگیزی آمد و چه به فکرتان آمد تا شما یک مدرسه داشته باشین که بالاخره این افتتاح بکنین و خیلی از جوانان و جوانان بیان به خاطر تعلیم قرآن عظیم شان و به خاطر یادگیری او به مدرسه شما سلامت باشین فقط انگیزه می بوده که اگر ما تنها بریم در محافل با قرآن تلاوت کنیم در فاتحه تلاوت کنیم در برنامه های تلویزیونی تلاوت کنیم از اینجا دیگر در این محافل که نام گرفتم از ما نمیتونه که مثلا استفاده کنه یا یاد بگیره تا یک مدرسه قرآن نباشه تا یک مجموعه قرآنی نباشه که ما در خدمت مردم خود در خدمت اولاد وطن در خدمت کسایی که میخواین قرآن یاد بگیره باشیم حالا در بخش حفظ باشه در بخش مثلا صوت لند باشه تجوید باشه رونخانی و هر بخشی که باشه مثلا در یک محفل اون با قرآن وقتی قاری تلاوت میکنه همه مردم فقط تشویق میکنن از اینجا دیگه نمیشه که یاد بگیری باید همین چیزهایی که مثلا قبلا تلاوت کردم چند دقیقه پیش اینا وقت تلاوت شود دستن باید بر شاگردان دانا دانا تشریح شود بله و او تا یک فضای درسی نباشه تا یک مجمع قرآنی نباشه تا یک مدرسه قرآنی نباشه نمیشه که مثلا کسی که میخواد یاد بگیره یاد بگیره مثلا نکات تجویدی که در تلاوت استفاده میشه بله او رو اول باید شاگرد بیاد مثلا تحریری بخونه از روی کتاب بخونه مثلا وقت ما در این الذین غنه گرفتم یعنی نمیتونه قاری که فقط یاد بگیره که من باید هر جایی که غنه آمد این نه باید تعریف غنه رو بفهمه بله و یک فضای کار داره که مثل یک مجموعه قرآنی
الحمدلله خداوند توفیق داد که در این مدت یک سال این مدرسه ما فعالیت ها و دستاوردهای زیاد داشته باشه که این ماه رمضان که سپری شد الحمدلله ما 30 نفر فراغت داشتیم در بخش های تجوید سطح اول و روانخانی و روحانی و قاعده و الحمدلله به یک از دو تا شاگردان ما که در مکاتب خصوصی بودن مقام های اول دوم گرفتن در صوت الله نقرات قرآن دیگه فعلا در مدت یک سال به نظر من این پیشرفت های زیاد است. دقیقا و پیشرفت های فوق العاده خوب ماشاءالله. یاسینی صاحب خودتم نام خدا جوان استی ماشاءالله جوان استی و حالا در این سن سال به مطور یک مقام رسیدن بدون شک فضل خداوند منان و بزرگ بوده. امروز روز میلاد پیامبر صلی الله علیه و سلم است. چقدر الگوی خوب بوده بر خودت و چقدر خواستی که همو شخصیت و رفتار و کردار و تمام ویژگی خوب را یک الگوبرداری خوب داشته باشی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم. خب در اول می خوایم یک درود بفرستیم به پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بدون شک پیامبر اسلام اول این را فکر کنیم که در او زمان چرا خداوند کسی دیگه را به پیغمبری مبعوث نکرد. حتما قبل از اینکه به پیغمبری هم مبعوث شود دارای اخلاق پسندیده، دارای یک رفتار و کردار نیک با مردم بوده که خداوند این ویژگی ها رو در بدنش میبینه و این به پیغمبری خود مبعوث میکنه و انتخاب میکنه. بعد همیشه من میگم، حتی اول به خودم میگم، وقتی که من قرآن میخونم باید تا حد توان به قرآن عمل کنم، چون تنها خواندن قرآن مطرح نیست، هر کس میتونه بیاید قرآن بخونه، باید تا حد توان باید در قرآن عمل کنیم. وقتی که خداوند در مورد حضرت پیامبر در قرآن میگه، می آیه تلاوت کردم که و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، و ما تو را جز رحمت بر تمام عالمیان خلق نکردیم. یعنی اگر قبلا پیامبرای پیش از حضرت پیامبر بوده به هر یک قوم خاص آمده بودن، اما پیامبر اسلام خداوند وقت مبعوثش میسازه، به پیغمبری مبعوثش میسازه، میگه تو دیگه تنها مر مسلمان ها نیستی، چیزی که عالمیان است تو بر اونها رحمت هستی. موجودیت تو، مثلا به دنیا آمدن تو، یک الگو، یک رحمت به تمام بشر است، نه تنها مسلمان ها. بعد حضرت پیامبر از هر لحاظ الگوی بسیار بسیار عالی بتانه باشه و کسی که بتانه حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم الگوی خود قرار بده، بدون شک که در بین مردم محبوب، در بین مردم با اخلاق پسندیده مشهور و شناخته میشه. چرا که همه داستان خبر دارن که حتی سر پیامبر کثافات منداختن. دقیقه. اما او صبر میکرد. امی اخلاقش بود که مردم که آمد به طرف اسلام. وقتی که امون نفر یک سرش کثافات منداخت، امون یهودی یا نصاری بود، وقتی که دو روز سه روز پیامبر تیر شد سرش کثافات منداخت، رفت پرسان کرد. فی بندی خدا کجاست؟ گفتن مریض رفت در خانه به عیادتش. بعد اون نفر پیش خود کوتا آمد و شرمید، گفت من چی میکردم؟ این بندی خدا چی میکنه؟ من سر از این کثافات منداختم، این باید از من نفرت میداشاله، ولی این آمده مثلا در خانه بیال پرسی من. یعنی حضرت پیامبر از نگاه اخلاق، از نگاه کردار، از نگاه رفتار، از نگاه رفتار با خانواده، از نگاه رفتار با اجتماع، از نگاه رفتار با همسر، با اولاد، از هر حساب بهترین الگو به تمام بشریت است. بله. یاسینی صاحب، در مدرسه شما مطمئن هستم که یادگیری قرآن عظیم شان به گونه مکمل درس داده میشه. یک مضمونی هم هست که بالاخره در رابطه به شخصیت و در رابطه به اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم برای تمام شاگردان درس داده شده. یک قانونی که ما روز اول در مجموعه قرآنی خود گذاشتیم است که هر صنفی که ولو صنف قاعده باشه که از الف به شروع میکنن، باید همه روزه یک حدیث از پیامبر گفته شود. چرا که یک شاگردی که میاد مجموعه قرآنی باید یک موقع درس میخونه، نه تنها قرآن یاد میگیره، باید اخلاقش هم تغییر کنه. بشک وقت در خانه میره یک تغییرات در وجود دیده شود. مثلا یک شخص میاد پیش از اینکه مدرسه میامده یا مجموعه میامده، مثلا خانه میرفته تنها سلام میداده، ولی بعد از یک ما باید بگه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بعد دست پدر و مادر ببوسه. اینا کارهایی بوده که از روز اول مدام مدرسه گفتیم و تا امیال ادامه داره که هر روز در تمام کلاس ها، چی کلاس هایی که خودم تدریس میکنم، بخش تخصصی صوت اللحن، بخش تجوید، چی بخش هایی که استادا داریم تا طبقه ذکور و ناس، مثلا استادا ما داریم به طبقه و ناس،
استاد اوناس داریم، به طبقه ذکور استاد ذکور داریم. بر تمام از اینا گفته شده و همه روزه تاکید میشه که حدیث پیامبر یادتان داره، حالا در مورد اخلاق باشه، در مورد اجتماع باشه، در مورد یادگیری قرآن باشه، در هر موردی که باشه باید هر روز بر شاگردای حدیث پیامبر با ترجمهش گفته شه. بعد فردا از شاگردا پرسان شه و سر شاگردا تاکید شه که باید این حدیث در زندگیتان پیاده شه. دقیقاً. سپاس یاسینی صاحب، از اینکه شما جوان موفق هستین، از اینکه شما واقعاً که یک استعداد فوق العاده خوب و عالی دارین، یک الگو هستین بر دیگر جوانا. پیامتون برای جوانای عزیز ما چی است؟ پیام ما این است که حالا چون میلاد و نبی است، یکی از احادیث پیغمبر را براتون بگویم، بر جوانا یک پیام باشه که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه قبل از اینکه فوت کنه گفت که من بین شما دو چیز میمونم، یکی قرآن، یکی همو سنت و اطاعت خدا، اهل بیت خدا. نه هر کس با قرآن و سنت ما و اهل بیت ما چنگ بزنه هرگز گمراه نمیشه، و هر کسی که از این دو چیز دوری کنه گمراه میشه بدون شک. قرآن کتابی است کامل، در هر بخش زندگی بخوایم قرآن آیه داره، چی در مورد اقتصادی، چی در مورد سیاسی، چی در مورد اجتماعی، چی در مورد اخلاق، در هر بخشی که بخوایم قرآن به خاطر میگن کامل ترین کتاب است. یعنی در هیچ بخش الحمدلله کمبودی نداره. و از پیام ما بر دوستا و عزیزا و جوانا می است که حالا نمیگیم ما که چرا مثلا یک نفر میره طب میخونه، یک نفر میره مثلا کورس انگلیسی میخونه، یک نفر آلمانی میخونه، یک نفر کامپیوتر. علم نیاز است، حالا هر علمی که باشه، اما توجه بیشترشان به قرآن باشه، چون قرآن کتاب ما مسلمان است. دقیقه. اول کتاب خود به خوبتر و بهتر تا حد توان خود یاد بگیریم، چون اگر ما قرآن درست بلد نباشیم نماز ما باطل است، چرا که ما در نماز از سوره های قرآن میخوانیم. دقیقه. وقتی که در قرآن ما درست بلد نباشیم، وقتی نماز ما بخوانیم که الحمد، پس نماز ما باطل شد، چرا که هی القیل ما گفتیم یه چشمه. اینی کارهاییست که تا حد توان باید ما بیاموزیم. دقیقا. وقتی که هر حرف از مخرج بخونیم نماز ما هم درست است، بعد میتونیم دیگه علم رو بخونیم. بسیار زیاد تشکر یاسینی صاحب، به امید موفقیت های هرچی بیشتر شما در این راستا. سلامت باشه. تشکر. سلامت باشه. وقفه و در ادامه برنامه ما رو امرایی بکنید.